عنوان این برنامه همبستگی ملی و نبع جمهوری اسلامی، البته تجمع در واقع یک عده کنشگر سیاسی که من پیشاپیش باید عرض بکنم، اگر این کنشگری به معنای سیاستمدار بودن، من با صراحت باید بگم که سیاستمدار نیستم و خودم رو در این عرصه تعریف نمی کنم. کار من هنر هست و از طریق هنر ارتزاق میکنم و با اون زنده هستم. اما اگه به معنی شهروندی هست که دغدغه سیاسی داره، اون موقع باز هم سوال من اینه که مگر جز این باید باشه؟ مگر شهروند سیاسی میتوان بود و دغدغه سیاسی نداشت و کنشگری سیاسی نکرد؟ این از اساس به نظر من جداسازی هست و چندان باش در واقع توافق ندارد. سیاست رو من امری همگانی و جمعی میدونم. من در سه بخش بسیار کوتاه و مجزا نکاتم را عرض میکنم. امید دارم که از جهاتی روشنگر باشه و بتونه در این گفتگوی جمعی در واقع کمک بکنه. مسئله من در سه حالت هست، در سه حوزه هست. یک، حقیقت به همراه شفافیت. دو، اندیشه و پرسشگری. و سه، به مثابه آزادی و کنش هست. وقتی ما از حقیقت و شفافیت حرف میزنیم، این به معنی ضدیت با هر شکلی از پنهانکاریه. دقیقاً هر سه این ساحت‌ها رو من در مواجهه و در تضاد با آن چیزی میدونم که ما همه اینجا نشستیم و داریم بهش نمیگیم اون جمهوری اسلامی. در مجموع با یک مجموعه فاسد روبرو هستیم که داریم بهش میگیم نه. حالا وجوهش چیه؟ از کدام وجوه ما داریم بهش میگیم نه؟ به معنی پنهانکار بودن و پنهانکاری کردن و تقلب در حقیقت و در ضدیت با حقیقت بودن. پس پیشاپیش در عرصه سیاسی، پیش از این که ما نبگیم یا بتوانیم از اساس نبگیم، باید آری گفتن رو بلد باشیم. و من در واقع وقتی که نگاه میکنم به دنبال این آری ها میگردم، میبینم چیزی نیست جز آری گفتن به حقیقت، چیزی نیست جز آری گفتن به زندگی، آزادی و اندیشه. به باور من نگفتن چندان معتمد نیست از دهان اون کسی که هنوز تکلیف خودش رو با این آری ها روشن نکرد. پس آری به فاش شدن روابط سیاسی، آری به شفافیت مالی و روابط اقتصادی، آری به کشف پیشینه و گذشته اشخاص، آری به تاریخ و نه به غش و پنهانکاری و دسیسه چینی و توتو و دروغ. ما یا گذشتگان ما اگر مسئله حقیقت رو جدی می گرفتند، من 40 ساله امروز اینجا نبودم و 40 سال زیر یوغ جمهوری اسلامی نبودیم. چرا؟ چون با یک ضد حقیقت به نام خمینی و اون نظم آخوندی ما روبرو بودیم که هیچ کسی، گفته بسیاری از روشنفکران ما، حتی نمیدونستیم که آدم چی. دوم، مسئله اندیشه و پرسش که کار من هست. خودم رو در این حوزه میتونم تعریف بکنم در ساحت هنر. دو حالت وجود داره. یک، موقعی که ما ناتوان از اندیشیدن هستیم و این خطر عمومیه که پیش روی هر شهروندیه، خصوصا با توجه به دشمنی که جمهوری اسلامی با علوم انسانی داره و مشخص ذهن آدم‌ها رو از اندیشیدن ساقط کرده. ذهن جوان ما امروز به جای اینکه فردوسی بخونه، به جای اینکه تاریخ رو بشناسه، پر شده از سریال و جوک و اینستاگرام و حرف‌هایی که نه به گذشته‌اش مربوط میشه، نه حالش رو میسازه، نه ربطی به آینده‌اش داره. دوم، زمانی است که ما اندیشه خطرناک به نام اندیشه 2 تا 4 تا رو داریم ترویج میدیم. اندیشه‌ای که مسئلهش نفع جمعی نیست، اندیشه‌ای که مسئلهش تاریخ نیست، اندیشه‌ای که منفعت طلبه و تمنای نفع شخصی داره، انحصار طلبه. دقیقاً همون چیزهایی که ما جمهوری اسلامی و هر نظام سیاسی فاسد رو به اون متهم می‌کنیم، از دل این انحصار طلبی و جاه طلبی بیرون میاد. و از همین الان من به شخصه، به عنوان کسی که هیچگاه زیر هیچ هشتگ و پرچمی نبودم جز پرچم ایران و نام ایران و برای مردم ایران، پیشاپیش باید اعلام بکنم ما تکلیفمون رو پیش از اینکه با جمهوری اسلامی روشن بکنیم که داریم روشن می‌کنیم و سال‌هاست داریم روشن می‌کنیم، باید با خودمون رو هم روشن بکنیم. عدم پاسخگویی بیرون میاد از دل این انحصار طلبی ها، از دل این جاه طلبی های شخصی و گروهی. اولین بار نیست که یه سری آدم دور هم جمع شدن، کسانی که تاریخ معاصر سیاسی ایران رو پس از انقلاب میدونن که چه آسیب‌های اتفاق افتاده، چه خطاهای اتفاق افتاده و به چه بیراهه‌هایی رفتیم. پس باید مسئولیت پذیر باشیم و پاسخگو باشیم و پرسشگری و اندیشه رو دامن بزنیم. مسئله سوم بحث آزادی و کنش هست، مسئله عمل هست. من مسئله سیاسی رو در امر واقع میدونم، در کار سیاسی میدونم و هدف این کار سیاسی رو ساختن میدونم. این ساختن برای من نوعی چیزی جز ساخت دوباره ایران نیست. پس این ساختن یک منوط به اندیشه است، باید با فکر باشه، مجبوره که کار بکنه، مجبوره در واقعیت خودش رو تعریف بکنه و مجبوره سر یک سری از نکات که اون بحث سرزمین ایران باشه، سرزمین مشترک ایران باشه، به توافق برسه و این هیچ راهی نداره جز این که ما از منفعت طلبی های شخصی جدا بشیم. جمله های پایانی من در واقع در ادامه بحث حقیقت، اندیشه و عمل این هست: ما با فرمانبرداری نمیتونیم ضد دیکتاتوری بجنگیم، ما با چاپلوسی نمیتونیم قدرت رو به سخره بگیریم و قدرت رو انگولک کنیم، ما نمیتونیم وضع موجود رو بپذیریم و همچنان بگیم نه به جمهوری اسلامی، تن به ستم بدیم و ستم رو بپذیریم، سکوت بکنیم موقعی که با منافع ما یا از سر ترس با اون همدست بشیم. این اتفاق میتونه در یک اداره کوچیک بیفته، در یک رسانه بیفته، برای من هنرمند بیفته یا در هر نهاد و جریان دیگه.